خب ساعت 17:41 دقیقه، شما بیننده برنامه زنده بورس پلاس هستید و ما می‌خوایم به موضوع مهم رشد نقدینگی در کشورمون بپردازیم و ببینیم چه راهکارهایی پیش رومون هست برای اینکه این نقدینگی رو قدری کنترل کنیم تا به هر حال شاهد این نباشیم که تورم هر روز بیشتر از روز قبل بزرگتر بشه. می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی از کارشناسان اقتصادی خوب کشورمون. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما، عصر شما و همه بینندگان عزیز این برنامه بخیر. ممنون، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. خب آقای دکتر، اگه خاطرتون باشه هفته گذشته ما در خدمت شما بودیم با عوامل رشد دهنده نقدینگی تو کشورمون و همچنین افزایش تورم. امروز هم یه آماری در اومد، مثلا در بازار مسکن ما شاهد این بودیم که در تیر ماه نسبت به خرداد ماه حداقل 1-2% افزایش قیمت رو در مسکن شاهد بودیم، ضمن اینکه تیر امسال رو مقایسه می‌کنیم با تیر پارسال حداقل 40-50% افزایش قیمت رو متاسفانه در بازار مسکن داشتیم. در تمامی بازارها هم این موضوع رو می‌بینیم. چیکار کنیم آقای دکتر که این نقدینگی یه مقدار کمتر و با عجله کمتری رشد کنه توی کشورمون؟ بله، ببینید، یک کاری هست که مردم باید انجام بدن، یک کاری هست که در واقع بانک مرکزی و دولت و حاکمیت باید انجام بده. بله. سوال هفته پیش شما بیشتر منوط به این بود که مربوط به فعالان بازار بود، مردم عادی بود که چیکار کنن که جلوی در واقع این آثار منفی تورم بر معیشت خودشونو بگیرن. بله. بتونن خونسا کنن به عبارتی آثار منفی رو. سوال این دفعه مربوط به این هست که در واقع در کشور چه اتفاقی باید بیفته. ببینید، واقعیت این هست که اولش باید یک عزم به وجود بیاد، چون کارهایی که الان داره انجام میشه، سیاستهایی که داره اجرا میشه، کاملا در جهت ایجاد تورم هست، در جهت رشد نقدینگی هست، رشد خلق پول هست و به انواع مختلف این توجیه میشه. بله. مثلا دولت به شدت کسری بودجه خودش رو افزایش داده، بودجه به شدت انبساطی، به حدی که در طول تاریخ بودجه ریزی در ایران اینجور مسئله ما نداشتیم. بعد وقتی که میپرسید که خب چرا این وضعیت هست، میگن خب لازمه دیگه، یعنی آیا میخواید مثلا دولت با مشکل مواجه بشه؟ شما میخواید ما تامین کسری بودجه نکنیم و مثلا شورش بشه، اغتشاش بشه، در حالی که این قانون بودجه‌ای که در واقع به مجلس ارائه شد و از طرف مجلس هم تصویب شد یک قانون بسیار بسیار انبساطیه و اصلا لزومی نداشته که انقدر بریم به سمت انبساط بودجه، که این انبساط هم از محل پای پولی الان داره تأمین میشه. بنابراین باید همه آگاه باشن، عزم عمومی به وجود بیاد تا بریم به سمت اینکه این لایحه بودجه اصلاح بشه. دولت بناش بر این بود که در 5 ماه اول سال هرچه منابع به دست میاره مصرف کنه تا پروژه هاش رو زودتر به بهره برداری برسونه. به نظر من این سیاست بسیار غلطی بوده. دلیلش هم این هست که در خاطره مردم شریف ایران اون پروژه هایی که افتتاح میشه نخواهد ماند، بلکه تورم افسار گسیخته خواهد ماند که دست به گریبان کشور خواهد بود تا مدتی. بنابراین باور بنده این هست که این تورمی که ما امسال داریم یک تورم برنامه ریزی شده و مصوب هست، تورمی هست که به قانون تبدیل شده و این خیلی کار رو مشکل میکنه. اما علاوه بر این که این شرایط امسال شرایط حاد و خاصی هست، مسئله دیگر این هست که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کسری بودجه از محل انتشار اوراق تأمین میشه، در کشور ما از محل استقراض از بانک مرکزی یا از محل پول پرقدرت تأمین میشه و مخالفان بسیار جدی داره انتشار اوراق. حالا قبلا که فعالان بازار سرمایه جزو مخالفان نبودن، الان فعالان بازار سرمایه هم به مخالفان پیوستن و این بسیار کار رو مشکل میکنه. البته باور بنده این هست که در نهایت فعالان بازار ضرر میکنن، مردم عادی ضرر میکنن. دلیلش هم این هست که اگر موج تورمی همینطور ادامه پیدا کنه، یک روزی بازار سرمایه از موج تورمی جا خواهد ماند. الان مسئله مسکن که شما فرمودید واقعا خیلی دردناکه. با کاهش شدید قدرت خرید مردم در طی 2-3 سال گذشته در بازار مسکن، همچنان قیمت‌ها در بازار مسکن میتازد. اما این رو باید دقت بفرمایید که این افزایش قیمت کمتر از تورم بوده، یعنی همه دارن ضرر میکنن. دقت میفرمایید فعال بازار هم در واقع فعال بازار مسکن هم از تورم جا مانده است. من برداشتم این است که امسال بازار بورس وضعیت مناسبی داره، چون از یک حضیضی بیرون آمد، از یک خاکستری دوباره یک رویشی داره صورت میگیره، ولی در نهایت اگر که جو تورمی ادامه پیدا کنه، بازار سرمایه فعالان بازار هم مثل الان امسال بازار مسکن
با شاخص رشد میکنه، ولی احتمال داره که بنزین تورم نباشه در آینده و فعالان بازار هم ضرر کنه. بنابراین عرضم این هست که تأمین کسری بودجه باید از محل اوراق صورت بگیره. درسته آقای دکتر، دو تا نکته. یکی اینکه تأمین کسری بودجه از محل اوراق باید صورت بگیره. ما شاهد این بودیم که تقریبا از اواخر بهمن و اسفند پارسال اومدیم دامنه نوسان رو نامتقارن کردیم، به نوعی منجمد کردیم معاملات رو در بازار سرمایه، تا هم تونستیم اومدیم تو فروردین اردیبهشت اوراق فروختیم. بعد این فروش اوراق نمیتونه یه مقدار حداقل باعث ناراحتی فعالان بازار سرمایه بشه یا معاملات اون بازار رو بخواد تحت تاثیر قرار بده؟ یک مقدار واقعیت متفاوت از این است که شما فرمودید. ببینید ما اوراق رو نفروختیم، مثلا در سال 98 جلوی اوراق گرفته شد توسط وزارت اقتصاد، تا ماه خرداد 13 خرداد یه دفعه شروع کردن به اوراق فروختن، یعنی مثلا 7 ماه 8 ماه کاملا متوقف فریز و یه دفعه شروع کردن اوراق فروختن. اوراق فروختن، خب بازار سرمایه بیش از حد رشد کرده بود، اگر اوراق میفروختن اصلا اونقدر رشد نداشت، اونقدر سقوط هم نداشت. خیلی وضعیت خوبی بود. من فکر میکنم که بازار سرمایه واقعا اگر اینقدر بی سیاستی صورت نمیگرفت در سال 98 و 99، بازار سرمایه حداقل 3 4 سال خیلی خوب رو میتونست داشته باشه. اما واقعیت این است که اوراق فروخته نمیشه، یه دفعه فروخته میشه، از روز 13 خرداد فروخته میشه تا نیمه شهریور متوقف میشه، کامل متوقف میشه، به شدت فروش اوراق کاهش پیدا میکنه، یه دفعه تا ماه بهمن و اسفند اوراق فروخته میشه، باز ماه اردیبهشت متوقف میشه کامل، یعنی ماه اردیبهشت کامل متوقف شده فروش اوراق. دقت فرمودید این بالا بردن پایین آوردن اصلا مفهومی نداره، یعنی کاملا عکس این باید صورت میگرفته، ولی متاسفانه میبینیم که این بی سیاستی ها ادامه داره. حالا امیدوارم که اینها از روی عمد نبوده باشه. درسته. ولی علی حال مشخصه که هیچ گونه مدیریت صحیحی حاکم نیست. آقای دکتر، در مورد فروش اوراق هم یه فرضیه‌ای هست، میگه که فروش اوراق همیشه هم خوب نیست به دلیل اینکه ما دولت آینده رو داریم مغروز میکنیم. از این نظر نگاهتون در مورد فروش اوراق چیه؟ نه ببینید، اینها ما رو مربوط به افرادی، خب ظاهرا ارتباط ما قطع شد با جناب آقای دکتر صدوندی، داریم صحبت میکنیم در مورد اینکه آقا چیکار کنیم که این نقدینگی قولش برگرده به چراغ، حداقل اگرم برنمیگرده خیلی آروم بزرگ بشه. ایشون بر این باورن که خب آقای دکتر ارتباطمون برقرار شد، در خدمتیم. ببینید فروت، ببینید این که میگن دولت بعدی و چنچه، اینها بیشتر عوام فریبیه و خیلی هم به دل میشینه این جور صحبت ها، مخصوصا که اگر بحث سیاسی باشه، دولت بعدی بخواد مثلا تصورش تئوری توطئه داشته باشه. ببینید واقعیت این هست که الان که مثلا سالیان سال هست که کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده، آیا هیچ وقت دولت ها اومدن استقراض رو برگردانن به بانک مرکزی؟ خیر. دقیقا میفرمایید بله. از محل اوراق هم تامین بشه همین قضیه اتفاق خواهد افتاد، یعنی ابزاری به وجود خواهد آمد، باید بازار تعمیر بشه. وقتی بازار تعمیر بشه اوراق رولوور میشه، از جهل مردم برخی از افراد استفاده میکنند که من برداشتم این است که این افراد هم خیلیشون مغرض هستند، یعنی از روی اطلاع دقیقا میدونن که مثلا در کشور ژاپن چی داره میگذره، در کشور آلمان چی داره میگذره. دقت فرمودید؟ در کشورهایی که رقیب ما هستند، دشمن از نظر بعضی به حساب میان یا دشمن هستند، دقت فرمودید چه اتفاقی داره میفته؟ چرا ما نباید از تجربه های بشری، از علم بشری استفاده بکنیم؟ چرا باید وارونه جلوه بدیم؟ نه خیر. ببینید اگر بازار اوراق تعمیق میشد، اولا به نفع بازار سرمایه بود. دقیق میفرمایید حداقلش این هست که مثلا در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته، مثلا در بازار سرمایه امریکا چه اتفاقی میفته وقتی بازار سقوط میکنه؟ مثلا در 2008 بحران 2008 چه اتفاقی افتاده؟ منابع از سهام رفته به سمت اوراق، یعنی منابع از بازار خارج نشده. دقیق میفرمایید ما مشکلمون اینه که در بازار ایران الان منابع داره از بازار خارج میشه. این حقیقی به حقوقی که شما میدیدید مدت ها ادامه داشت، این یعنی اینکه بازار خود دچار خونریزی شده بود، یعنی منابع داشت از بازار خارج میشد. دقت میفرمایید؟ بله. ما باید جلوی اون رو بگیریم، وگرنه یه زمانی فرصت مناسب در بازار اوراق، یک وقتی فرصت مناسب در بازار طلا هست، یک وقتی در بازار سهام هست. سرمایه گذاری که قدرت تحلیل داشته باشه از این بازار به اون بازار یک مقدار تغییر جهت میده و سود مناسبی رو کسب میکنه. دقیق میفرمایید. بله. بنابراین اینکه شما سوالی که شما مطرح فرمودید که اوراق دولت آینده رو ما در واقع مغروز میکنه، ما اینقدر نسبت بدهی ملیمون به جی دی پی پایین هست که سالیان سال میتونیم از این محل کل کشور رو بسازیم. دقیق میفرمایید. بله. فقط
وضعیت دولت رو تغییر بدیم، کل کشور رو میتونیم از این مرحله بسازیم. آقای دکتر پس چرا این کار رو نمی‌کنیم؟ سوادش رو نداریم، امکاناتش رو نداریم، بودجه نداریم، بلد نیستیم اوراق چاپ کنیم، وقتش رو نداریم اوراق چاپ کنیم. همه اینها هست، از همه بیشتر سوادش رو نداریم. دقت می‌فرمایید، یعنی این همه مخالفتی که با اوراق انجام شد، در حالی که اوراق تنها راهی بود که ما میتونستیم در واقع کامل مشکل تحریم رو از سر بگذرونیم، کامل مسئله کسری بودجه رو مدیریت کنیم و به نفع بازار بود. یعنی ببینید وقتی در شرایط رکود بازار وقتی اوراق منتشر میکنن، نه به حالتی که ما منتشر کردیم، ولی به در کشور دیگه وقتی اوراق منتشر میکنیم، اوراق رو صرف مثلا تامین بودجه عمرانی میکنه. خب شما ملاحظه فرمایید اگر واقعا بودجه عمرانی تامین میشد، الان شرکت سیمانی باید خیلی وضعشون بهتر از این بود، شرکت فولادی باید وضعشون خیلی بهتر از این بود. یعنی اوراق یک ابزاری که اتفاقا به بازار از جهت فاندامنتال سهام هم یاری میرسونه، کمک میکنه. من یک زمانی سالها پیش وقتی در مورد اوراق صحبت میکردم، عرض کردم که حجم نقدینگی که در بانک‌ها هست در نهایت وارد بازار سرمایه خواهد شد، وارد بازار سهام خواهد شد، اونجا حباب شکل میگیره، یک زمانی بازار ریزش میکنه، شما اونجا اوراق به اوراق احتیاج دارید بانک جلوی ریزش بازار رو بگیرید. خب ما این ابزار رو ایجاد نکردیم. الان دولت هم همینه، یعنی دولت جدید اگر این ابزار رو نداشته باشه، اگر بازار تامین نشده باشه، نمیتونه از میوه این هم بهره مند بشه. درسته. بعد آقای دکتر ما تنوع اوراق تو بازار سرمایه داریم، یعنی به اندازه کافی مناسب هستش که بخواد حالا مثلا دولت ها به سمت بازار سرمایه بیاد از این طریق تامین مالی کنن، یا یعنی که نه خود بازار سرمایه هم یه مقدار نیاز به تنوع اوراقی داره؟ بله، ببینید بازار سرمایه نیاز به تنوع اوراق داره، به خصوص در مورد اوراق شرکتی. اوراق شرکتی هم متاسفانه در زمان مدیریت اسبق سازمان بورس به شدت تخریب شد، به شدت منکوب شد، سرکوب شد، سالها اجازه داده نشد. یک صحبتایی میشد چقدر زیبا و قشنگه برای کسی که اطلاع نداره. مثلا میگفتن اوراق اگر شرکت ها میخوان منتشر کنن باید تضمین بیارن. آخه کجای دنیا وقتی شرکت میخواد اوراق منتشر کنه تضمین میاره؟ خب شرکت اگر منابع کافی در اختیار داشت که اوراق منتشر نمیکرد. دقیق میفرمایید، اینها بحثای مثل همون بحث دولت آینده‌ای که شما فرمودید، اینا خیلی زیباست، خیلی قشنگه. در ذهن کسی که آشنا نیست با این مسائل، سواد کافی نداره، این بحثا خیلی خوب میشینه. ولی کسی که سالهاست در این زمینه کار کرده، در عرصه بین‌المللی حضور داشته، متوجه میشه که این فرد داره جلوی در واقع گسترش بازار اوراق رو میگیره متأسفانه. درسته. خب های دکتر اگر موافق باشین بحثمون رو فعلا تا اینجا نگه داریم. میدونم که شما باید جلسه ای هم تشریف ببرید. ان شاء الله اگر موافق باشین در روزهای آینده صحبت کنیم در مورد اینکه ما چه راهکارهایی داریم پیش رومون برای اینکه بتونیم نقدینگی رو کنترل کنیم. خیلی ممنون که در گفتگو ما شرکت کردید. سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ممنون. خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی از کارشناسان خوب بازار سرمایه و اقتصاد کشورمون و در مورد راه‌های کنترل نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی صحبت کردیم. خیلی باورشون بر این بودش که ما با انتشار اوراق به ویژه از طریق بازار سرمایه میتونیم این مهم رو دست پیدا کنیم. حالا انشالله در برنامه‌های آتی هم می‌بینیم که باشون صحبت می‌کنیم، ببینیم چه راه‌های دیگه‌ای داره برای اینکه بتونیم لااقل این غول نقدینگی رو تا حدودی رشدش رو متوقف کنیم. Thank you.